رسیده. عرفان مرتضایی عضو خانواده مهسا امینی از سلیمانیه عراق با مصداق مرتضایی، شما و اعضای خانواده خانم امینی ها یه وقت فکر میکردید که کشته شدن او چنین جنبشی رو در سراسر ایران به راه بندازه؟ سلام عرض می کنم خدمت شما و همه بینندگان محترم شبکه ایران اینترنشنال. در حقیقت قبل از اینکه بخوام جواب شما رو بدم، ما باید به گذشته برگردیم و اعتراضاتی که در چه چندین سال گذشته روی داده. در پرونده هایی که به صورت متمادی جمهوری اسلامی ایران ناقض حقوق بشر بوده و هر بار با یک سناریو سازی سعی بر پوشالی کردن قضایا داشته، این اتفاقات افتاده. شما اگه به گذشته برگردیم، در پرونده خانم زهرا کاظمی از کانادا به ایران برگشته بودن، دقیقاً مشابه همین پرونده مهسا ما بود و شیوه کشته شدن زهرا کاظمی و مهسا امینی ما دقیقاً به یک شکل بود. در نتیجه خشم چندین ساله ملت ایران و به خاطر اینکه ملت ایران در یک خفقان سیاسی و اجتماعی به سر می برد، کشته شدن مهسا در این شرایط یک جرقه امید بود برای ملت ایران که به خیابون‌ها بیان و صدای اعتراض چندین ساله‌ای که در 44 ساله حکومت جمهوری اسلامی و روی مردم ایران انواع اقسام ظلم‌هایی که به ملت ایران شده و انواع اقسام دیکتاتوری و توتالیتری که در نظام حاکمیت جمهوری اسلامی به وجود اومده، مردم ایران به خیابونا اومدن و میخوان که به آزادی و حقوقی که در شأن ملت ایران باشه برسن. الان رفتار مقامات حکومتی با خانواده خانم امینی چطوره؟ به خصوص با توجه به اینکه در سرتاسر ایران صدای او رو نام او رو فریاد میزنن و بالاخره دست کم این دور از تظاهرات به خاطر کشته شدن او شروع شد. متاسفانه فشار نهادهای امنیتی به شدت روی خانواده ما به شدت افزایش پیدا کرده. با توجه به اینکه اسم مهسا همچون اسم رمز مقاومت مردم ایران در برابر رژیم حاکم شروع شده بر خیابون‌ها و مردم ایران یک صدا نام مهسا و نام مهساهایی که در این راه کشته شدن رو رمز عملیات و مقاومت و مبارزه ضد رژیم دیکتاتور نظام جمهوری اسلامی قرار دادن، فشارها بسیار زیاد شده. در آخرین خبری که من میتونم به شما بدم، خبر اختصاصی اینه که پسر عموی بنده به اسم فاروق مرتضایی به مدت 10 روز است که در از جانب مأمورین اداره اطلاعات شهرستان سقز روبوده شده و در بازداشت به سر میبره و ما در حال حاضر هیچ خبری از مکانی که ایشون در اون بازداشت هستن رو نداریم.